سرانجام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. پایان بودن میزان مشارکت مردم، مشکلات در سیستم بایومتریک، نواقص در لیست رای دهنده ها از چالش های عمده انتخابات ریاست جمهوری بود. اما آیا برایند انتخابات شش میزان برای تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قابل قناعت خواهد بود؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما خانم لیلا جعفری، فعال سیاسی و همچنان آقای امام محمد واریماچ، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات. بسیار خوش آمدید میهمان. سلامت باشید. آقای واریماچ، با شما آغاز میکنیم. با توجه به اینکه در مورد برگزاری و عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شک و تردیدهای وجود داشت، بالاخره امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مجموع نگرانی هایی که در پیوند به این انتخابات هنوز هم مطرح است، بحث میزان پایین بودن میزان مشارکت و مجموع اتهاماتی که بر عملکرد کمیسیون و مجموع پروسه انتخابات وارد است، به این باور هستین که این انتخابات بتونه قابل قناعت تمامی طرف ها باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به جناب خانم جعفری استاد و محترم. به خدمتتون عرض شود که اگر ما از بود تکنیکی انتخابات نگاه بکنیم یا از لحاظ قانونی، ما در او چالش خاصی که بسیار ببره به یک طرف دیگی نمی بینیم. بلی، مشکلات تکنیکی بود، مشکلات یک مقدار حضور مردم کمرنگ بود، ولی طورم نبوده که روند زیر سوال برده باشم و از او ما تقریبا به حساب نامید باشیم. ولی روند با تمام چالش هایش به وجه احسن تدویر شد و استفاده جدید از تکنولوژی و تلاش های جدید کمیسیون مستقل انتخابات تا جای قابل ستایش هستن اینا. اما دلیلی که اینجا میزان مشارکت مردم بسیار پایین بود، با توجه به گزارشاتی که ما از ولایت افغانستان داشتیم، با توجه به مجموع گزارشاتی که از مرکز افغانستان، از پایتخت افغانستان وجود دارد، از کابل، یعنی آنچه که توقع می رفت مردم به پیمانه شرکت نکردن، کم علاقگی مردم، فکر میکنید که ناشی از چی بود؟ ببینید، ما هنوز هم یک 3 ساعت دیگه وقت داریم که ببینیم که آیا تا آخر روز میتونیم کمی حضور مردم چگونه بوده، ولی دلایلش مشخص واضح است. ما در گذشته ها در دوران انتخابات انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را ما مشترکاً تدیر میکردیم و نقش شورای ولایتی در کشاندن مردم به صندوق های رای بسیار عظیم بود و در هر ولایت در حدود 50 نفر 30 نفر کاندید میبودند تا بیشتر، و همه ایشان تلاش میکردن که به خاطر گرفتن رای مردم رو تشویق میکردن. و دوم، بحث آگاهی عامه بود. ما در این دوره یک مقدار بسیار به رقمی که باید صورت میگرفت آگاهی عامه صورت نگرفت. شاید ممکن که مشکلات بودجه ای بوده باشه، موضوعات دیگه. چالش های دو چالش عمده دیگه که بحث صحبت های صلح بود که خیلی سیاسین و مردم بسیار سرگرم نگاه کرد و حتی کاندیدها، اکثریت کاندیدها نتانستن یا نخواستن امو کمپاین خود بسیار به شکل درستش آغاز می کردن. صرف تیم حاکم ما شاید ازی بودیم که چون که در حدود بیشتر از در حدود 500 دفاتر در سطح افغانستان اینا باز کردن و استفاده از امیر از امی فرصت پیش آمده کردن، ولی بقیه کاندید صاحبا بیشتر چشمشان، هوش و حواسشان طرف قطر بود. گویا فکر میکردن که شاید انتخابات صورت نگیره، شاید بحثای صلح ما را به یک طرف دیگه ببره و اگر ما وارد کارزار انتخاباتی شویم شاید هزینه ما بالا بره و انواع اقسام حرفای بود و اکثرتشان به می عقیده بودن که گویا موضوع صلح قبل از انتخابات است، بنابراین اینجا آمد شاید حکومت موقت چیز تشکیل شود. بنابراین نبودن فرض مثال عدم تدویر شورای ولایت، انتخابات شورای ولایتی و بحث صلح، موضوعات قطر و شدت گرفتن ناامنی های اخیر و همچنان عدم کمپاین توسط بعض کاندید صاحبا، یعنی میره میشه که گفت که همین 4 موارده که علت کمرنگ بودن مردم در اشتراک امروز. خانم جعفری، با توجه به مجموع نگرانی هایی که مطرح در پیوند به برایند انتخابات شش میزان و مجموع اجدارهایی که از گذشته مطرح شده، فکر نمیکنید که نتیجه این انتخابات افغانستان به طرف یک بحران خواهد بود؟ سلام خدمت شما، سلام خدمت جناب مهین صاحب گرامی.
و درود میفرستم به تمام ملت عزتمند افغانستان. ما میخواهیم اجازه به ما بدین مفرد. ما ابتدا از نیروهای قهرمان امنیتی و نظامی افغانستان، از تمام رسانه های افغانستان و از تمام ملت عزتمند افغانستان تشکر میکنم که امروز اراده، استقلالیت و اون آگاهی خود را و انسجامیت اتحاد خود را برای اینکه گام برداشتن که افغانستان نوین را در سایه نظام جمهوری رقم بزنن و ای را با رفتن به پای صندوق رای نشان دادن، ازشان سپاسگزاری میکنم. من میخواهیم بگم که با تایید جناب معین صاحب بسیار حرفا موارد خوب را چون ایشان تکنیک تر هم هستن بیان کردن، اما در قسمتی که انتخابات به بحران خدای نکردن نروه، ما میخواهیم خیلی صادقانه و بدون ترس از هیچ کسی میخواهیم بگم عمده ترین چالشی که باعث شد امروز کمی مردم کم رنگ تر حاضر شون، اما اوائل صبح را میگم، ما امروز 8:30 صبح لسه حبیبیه رفتم رأی دادم، اما نسبت به 11-12 چاشت که از مصاحبه برمیگشتم من مردم را پرشورتر دیدم. هنوز ما چند ساعت دیگه فرصت داریم تا وقت انتخابات تموم شه و این تمامش اثرات افراد و گروه هایی میبینم که اینا در پی حکومت موقت بودن. اینها ما کلانترین آدما صدای ما را بشنون که میگفتن انتخابات برگزار نمیشه و مردم را در سر دوراهی و گنگ بودن اینها نگاه داشتن. در روزهای اخیر ما دیدیم که متاسفانه برق دوچار مشکلات شد که گروه تحریک طالبان یا هر کس دیگه پایه های برق زدن. 12 ولایت ما در تاریکی بیخبری، سیستم های شبکه های مخابراتی کار نمی کرد و از سوی دیگه که مردم را بعضی ها می گفتن که امریکا گفته پروسه صلح هر جهیت داره بر انتخابات و مردم را یک مقدار امتر ناامید که انتخابات برگزار نمیشه و کاندیداها هم نخواستن و سر کیسه جیبشان را کمی شل کنن، خرج بکنن، کمپین بکنن، اینا هم خدا را میخواین هم خرما را. تمام اینها باعث شده که کمی سکتگی بارو جعفری اگر موافق باشی یک وقفه کوتاه میگیرین دوباره بر فاش ما برمیگردیم ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه با ادامه برنامه خوش آمدید بانو جعفری. اما فکر نمیکنید که یک بخش دلیل اصلی پایین بودن میزان مشارکت مردم افغانستان در انتخابات بحث بی‌باوری مردم نسبت به پروسه های انتخاباتی و بازی با آرایشان است؟ در گذشته من میخواستم بگم اتفاقا اینجا یادداشت گرفتیم بفهم. من میخواهیم بگم بله، و در کنار از این ما ایران میخواهیم نادیده نگیریم انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری و همینطور انتخابات پارلمانی سال گذشته باعث از این شد که بله مردم تا حدود بی‌اعتبار و بی‌اعتماد چند بالای کمیسیون های انتخاباتی و اینکه رأی اینا در نظر گرفته نمیشه. اما با حرکتی که شد از جمله که شما دیدیم با کمیشنران متخلف انتخاباتی برخورد شد، اونها همین الان در زندان هستن. اینم شاید ما در پی محکمه عادلانه اونها هستیم. من این را قبول دارم که مردم تا حدود بی‌باور شدن، اما این همه مردم بی‌باور نشدن. انتخاباتی که امروز برگزار شد تمام کاندیداها باید به حق رأی مردم افغانستان احترام بگذارن. مردم افغانستان خودجوش آگاهانه رفتن پای صندوق رأی و نتیجه انتخابات هر آن چیزی که است البته که شفاف و صادقانه او باید شمرده شود. تمام کاندیدا ما میخواهیم بگیم که به نظر مردم افغانستان ارج بگذارن و این قصه و این خواب را فراموش کنن که افغانستان را به بحران ببرن. از اول صبح آقای گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری تیم حاکم متهم به پر کردن صندوق های رای دهی به ساعت 8 شب گذشته کرد و گفت که پیش از پیش صندوق ها پر شده. زمانی که دیدگاه به این گونه باشه طبیعی است در تیم های دیگر هم چنین دیدگاهی هست. فکر نمی کنید که کنترل بحران بعد از نتایج انتخابات خیلی دشوار خواهد بود برای دولت افغانستان؟ مشکل هم میتونه باشه هم نمیتونه باشه. شهروند افغانستان رو بدانه که وظیفه ما فقط تا سر صندوق رای نبود. وظیفه ما من حیث شهروند آگاه و مسئول حفاظت و صیانت از رای ما هم هست. اگر کسایی که بگن تقلب شده، حداقل منی که در لسه حبیبیه رای داده من استاد میشم تقلب نشده، چرا که من به چشم خود اعتماد دارم. ما واقعا میخواهیم سپاسگزاری کنم از این سیستمی که امروز ما در حوزه زنانه در لسه حبیبیه دیدم. واقعا از لحاظ تکنیکی، از لحاظ آموزش کارمندان، از لحاظ چیدمان به راحتی نام ما پیدا شد، از انگشت ما اسکن شد، عکس ما گرفته شد. من نمیتونم اینو نادیده بگیرم، اما چالش ها مشکلات تکنیکی رو ما نمیتونیم دیده بگیریم. در مدرن ترین کشورها آوازه از این هست که میگن مثلا تقلب صورت گرفته، اما میخواهیم بگم
ما خوشحال هستم که آقای حکمتیار امروز ما با آقای حکمتیار در یک سرک زندگی میکنیم و دیگه از هم دیگه نمیترسیم. اما آقای حکمتیار هم بر کدام اسناد صحبت کرده او رو خودش پاسخ بده تقلب را، ولی ما میخواهیم برای بگم که نباید اذهان جامعه را مسموم بکنن با چنین صحبت هایی و حق ندارن که ملت را نظام را به سوی آشوب و ناامنی و بحران ببرن. شما میگین که حق ندارن که ملت را به سوی آشوب ببرن، اما همین ملت بود که فیصله به میکرد که در انتخابات با شرکت نکند و شرکت نکند؟ میزان مشارکتشان پایین بود. مراتب نسبت به انتخابات های گذشته شما میدیدین که بر اساس گزارشی را که گزارشگرای ما از محلات رای دهی داشتن دیده میشد که جوش خروش مردم خیلی پررنگ نبود به خاطر رفتن به انتخابات. و من حرف کنم ببخشید، متوجه شدم. من میخوایم بگم ملت چنین فیصله ای نکرده. شما جز ملتی، من جز ملت و این صاحب انگشتش رنگ کرده جز ملت هستم. ما میخواهیم که چالش های را وجود داشته که مردم اولندش میخواهیم بگم که امروز در چندین ولایت ما راکت های کور آمدن، در مخصوصا در ولایت هایی که مردم پر جنب و جوش به سوی کمیسیون انتخابات به حوزه های انتخاباتی میرفتن. ما کشور در حال جنگیم، طالبان پروسه را تهدید کرده بودن، بخوایم نخواهیم حفظ جان هم فرض است. مردم نگرانن، مردم ترسیدن، اما درود میفرستم به اون مردی که در سال 2014 طالبا که او رای داد و طالبا انگشتش قطع کردن، امروز با انگشت چپ خود رفت پای صندوق رای داد. اینها هم باید در نظر گرفته شده. ملت فیصله نکرده که ما رای نمیدیم. شاید گروه هایی که منافعشان ایجاب میکنه که در افغانستان مشروعیت نظام زیر سوال بره یا به بحران بریم، یا اونهایی که خواب حکومت موقت میبینن، اونها شاید رای ندادن، ولی حق نداره کسی با خواست اکثریت ملت بخواهی مخالفت کنه و ملت فیصله نکرده که رای نمیده. ملت نشان دادن که رای دادن امروز. سپاس. سلامت باشید. آقای وریما، شما موافق با دیدگاه خانم جعفری هستین در پیوند به این که سر ملت این تحمیل شده تا میزان مشارکت پایین بیاید، و یا هم واقعا ملت از انتخابات هایی که در افغانستان صورت گرفت و مجموع نتایج عجیب غریبی که از انتخابات ها برآمد خسته شدن از انتخابات و خسته شرکت نکردن؟ ببینید، شرکای انتخابات و همچنان شرکای نظام در قبال انتخابات مسئولیتاشان واضح است. شرکای انتخابات باید از متوجه باشند که تمام آمادگی های تکنیکی، سیاسی و روحی روانی انتخابات به دوش بگیرن، و شرکای نظام باید از برایند موضوعات انتخابات و نتایج که اینا چون که در مدت 18 سال یا 19 سال از با هم شریک قدرت هستند اینا بدانند. اگر قرار باشه به خاطر تقسیم قدرت یا به خاطر گرفتن امتیاز بیشتر با هم موضوعات را بیشتر سیاسی بسازن و سر اراده مردم و زحمات کمیسون نو بکشن، فراموش نکنن که اینا دو گزینه دارن، یا جمهوریت انتخاب بکنن یا هم امارت. و چون که بحث دوم بعد از انتخابات بحث صلح است، و در صلح یک جناحی است که در مقابل همین مردم که هیچ کسی اینا را قبول ندارند، و این شرکای نظامی که اینا در 18 سال در کنار هم بودن، یا در این طرف نظام یا در اون طرف نظام، بالاخره به یک رقم همین نظام فعلی را اینا پیش بردن، و همیشه هر کسی می بالن که گویا روند دموکراسی افغانستان توسط جهاد ما صورت گرفته، روند دموکراسی افغانستان از برکت مقاومت است، یا روند دموکراسی نظام مردم سالاری از برکت ما تکنوکرات هایی که آمدیم و پایه‌گذاری کردیم، اینا همه ادعا هستند که امتیاز طلبی را همیشه با خود داشتن. اگر اینا در همین روز در محاسبه خود اشتباه بکنن، عین برخورد خواهد شد که رئیس جمهور امریکا با طالبا کرد. بحثای صلح ادامه داشت، از طرف دیگه طالبا به خاطر امتیازگیری حملات پای هم داشتن، در کل حملات پای هم را انجام دادن، ولی در کل وقتی که محاسبه کرد در حدود از شروع صحبت های صلح میان امریکا و طالبان بیشتر از 12 امریکایی کشته شده بود، که بالاخره ترامپ تصمیم گرفت که ما دیگه باطل، بالاخره گفت نیاز به خاطر صلح نیست، چرا گفت که از یک طرف افراد ما کشته شده میره، از دیگه طرف به خاطر گرفتن صلح چون این موارد بالاخره صورت میگیره. اگر قرار باشه شرکای نظام و فعالیت های جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که واقعا زحمت کشیده بودن و تقریبا 8 مورد را اینا به کار انداختن تا به خاطر تامین شفافیت اینا را در نظر نگیرن، و حضور مردم نسبتا خوب نظر به چالش های موجود
در نظر نگیرن و موضوع را ببرن به طرف سیاسی بسازن به خاطر کسب قدرت و امتیازهای بیشتر، برشان یک زنگ خطر موجود است که ممکن که شاید نظام حتی تغییر بکنه و به دست کسای دیگه بیفته. تشکر آقای وریماچ. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. بانو جعفری، چیزی که در مورد بحران 2014 را شما شاهد بودین که افغانستان قریب بود به طرف پرتگاه بره در نتیجه تقابل آقای غنی و آقای عبدالله، یک بار دیگر همین نگرانی پیش بینی میشه در انتخابات 2019 هم، و تقابل میان آقای رقابت میان آقای غنی و آقای عبدالله خیلی جدی است و در پیش از انتخابات هم هشدارهای مطرح شده. به این باور هستین که اگر نتیجه انتخابات به نفع یکی از این دو کاندید باشه، اینها بیاین صادقانه بپذیرن و تبریک بکنن به یک دیگه؟ من میخواهیم بگم که 5 سالی که حکومت وحدت ملی سپری کرد، ما عملا چالش ها رو ملت میدیدیم. همه میگفتن حکومت دو سره. این را هم فراموش نمی کنیم که بله، گفتن توافقنامه حکومت وحدت ملی به خاطر حفظ منافع ملی و پیشگیری از بسوی بحران رفتن مملکت است. هر دو بزرگوار را سپاسمندشان هستیم اگر واقعا مبنایش ای بوده باشه. ولی این بار هر دو بزرگوار در طی 5 سال امتحان حکومتداری خود را پس دادن، من فکر می کنم، و مردم افغانستان 5 سال آگاه تر شدن. کسانی بودند که 5 سال قبل جوانان، زنانی که اونها نتانسته بودند به حق رای نرسیده بودند، اما امسال مطالعه کرده اینا به حق رای رسیدند. پس با این مکانیزم و این شیوهی که ما امروز حداقل یک حوزه انتخاباتی رو به چشم خود دیدیم، اما با گروه های زیادی ما در تماس هستیم، واتساپ گروه، رسانه ها، تلویزیون نگاه میکنیم، شیوه بهتری را این بار کمیسیون انتخابات و مکانیزم را از لحاظ تکنیکی لوجستیکی بهتر بوده. و اما می خواهیم که کمیسیون شفاف صادقانه در حضور ناظرین داخلی و بیرونی بین المللی آرای مردم صادقانه حساب شود. یک، تمام شهروندانی که به پای صندوق رفتین حفاظت کنید از رأیتان. و از دو بزرگواری که هم تو شما یاد کردین، اگر اینها هر دو پیشتاز باشن، می خواهیم بگیم هر کدامی که رأیش بیشتر بود، طرف مقابل به اراده ملت، به رأی ملت احترام بگذاره و مثل سایر کشورهای مدرن بپذیره. اما به این باور هستین که اینها نتیجه انتخابات رو بپذیره؟ شما میبینید که آقای غنی خود برنده انتخابات میدونه، آقای عبدالله هم خود برنده انتخابات نتیجه میدونه. انتخابات معلوم میکنه، باید حوصله کنه. بله، ما امروز نه تنها بر این دو بزرگوار، دیگران هم متاسفانه که اصلا رأی ندارن ما میبینیم. ما هم دمی افغانستان زندگی میکنیم، هر کس خود را برنده میدونن، ولی میخوایم بگیم خاک به چشم خود دارن میزنن. بهتر است که با دیدم و آینه که خود را بردارن، اما با ذهنیت با پیش زمینه نباید وارد شوند. بله جعفری، فکر نمیکنید که مسئله انتخابات ها هم در افغانستان از بس که تقلبات صورت گرفته و انتخابات ها در گذشته مشکل داشته، بحث بی‌باوری میان مردم هم در مورد انتخابات شفاف مطرح است و در این انتخابات هم مطرح است که آیا تقلب صورت گرفته و یا هم نه؟ زمانی که این سوال مطرح میشه، پس تشنج به وجود میاد. تقلب را ما و شما حداقل، خود ایالات متحده آمریکا دوره ترامپ هنوز انتخاباتش زیر سوال است. در کشور ترکیه چند وقت پیش انتخابات شهرداری هایشان بود، فکر می کنم با بسیار چالش کرد تا میخواستن نتیجه انتخابات را لغو کنن. او رو دیگه نمیفهم چیکار کردن. یعنی 100% کسی نمیتونه در مدرن ترین کشورها بگه انتخابات ما پاک بوده، تقلب نشده. و افغانستان کشور جهان سومی از این مستثنا نیست. ولی میخوایم بگم تا آن چیزی که ما حداقل تا الان دیدیم، اخبار را تعقیب کردم، گروپ هایی که از ولایات، خبرنگارا اینا در تماس هستیم، تقلب گسترده ای را حداقل من شهروند عادی متوجه نشدیم، ندیدیم. اما تقلب را هم بیاید کمیسیون واقعا تفکیک کنه بر اساس اسناد. من میخوام یک مورد بگم. امروز وقتی من لسه حبیبیه رفتم ساعت 8:30 بجه، یک خانم از یکی از کاندیداها ناظر بود، دیگه هیچ ناظر اینجا وجود نداشت. من نمیدانم که آیا جای دیگه هم همینطور بوده و این ناظرین فردا از کجا ادعای از این میکنن که تقلب شده، در صورت که هیچ ناظری وجود نداشته. ولی اینجا مسئولیت ملت بیشتر هست که واقعا بیایم از رأیمان صادقانه حفاظت بکنیم و باز اهرم فشار شویم روی کاندیداها، مخصوصا اون کسایی که بیشتر با هم رقابت دارن، که به آرای ملت احترام بگذارن و کمیسیون انتخابات بی‌طرفی خودش را
صداقت خودش را باید به مردم افغانستان، به منافع ملی افغانستان ثابت کنه. شما رسانه ها نقش بسیار مهم دارین که همیشه بی‌طرفیتان را و اینکه صدای مردم افغانستان را بودین را ثابت کردین. بازم می‌خوایم در این راستا هم با ملت افغانستان همگام و همکار باشیم تا روزی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود. بزرگوارا، کاندیداهای ریاست جمهوری باید اشتباهات 40 سال قبل و این 40 سال اخیر را باید دیگه تکرار نکنن. مردم دیگه به سوی بدبختی و ناامنی نبرن، باید به خاطر چوکی خودشان. سپاسگزارم. آقای وریما، شما تجربه از مدیریت انتخابات دارین و اینه هم میدانین که ضعف‌های وجود داشت در انتخابات امروز. دلیلی که کمیسیون انتخابات در هر انتخابات باید مشکل نو روبرو میشه، مثلا چالشی که در این انتخابات موجود بود، انتخابات پارلمانی همچنان موجود بود. در اون زمان هم بحث لست رای دهنده ها مشکل داشت، سیستم بایومتریک مشکل داشت، یک شهروند مثلا به یک مرکز رای دهی که اونجا تذکرش استیکر خورده بود، سب بود، در اونجا مراجعه میکرد، نامش نبود. در این انتخابات هم چنین بود. دلیلی که این اشتباهات مکررن تکرار میشه، دلیل بحث کمکاری از بی‌تجربگی از ضعف مدیریت هست. چی هست؟ ببینین، انتخابات یک عملیات، یک پروسه عملیاتی بسیار بزرگ است و هیچ نهاد در سطح افغانستان به اندازه انتخابات یک برنامه عملیاتی را تدبیر نمی کنه. در کنارش انتخابات شرکای خود داره. اگر شرکا به شکل همگام و همنوا هماهنگ کار بکنن، نتایجش خوب و بهتر است. اگر وقتی که می شرکا یک یا دو شریک ازی به شکل درست همکاری نکنه، طبیعتاً خطرات را مواجه می سازه بر روند انتخابات. فرصت تقلب در این دوره نظر به دوره های قبلی کمتر است. کمیسیون مستقل انتخابات مخصوصا بخش دانشا وقتی که هر عملیات انتخاباتی را اجرا میکنه، ماموریتش ختم میشه، یک مطالعه را انجام میده که دوجا میگه درس های آموخته شده. در درس های آموخته شده تمام چالش هایی که سپری شده اینا را آسیب شناسی میکنه و بعد از آسیب شناسی برای انتخابات پیشروی اینا را چی میکنه، برای فرمول بندی میکنه که دوباره همچون چالش ها دوباره تکرار نشه. در این انتخابات که تدویر شده، ما میبینیم که کمیسیون نظر به وقتهای قبل آمادگی خوبتر تکنیکی را داشته. فرض مثال فرصت تقلب در این عرصه بسیار کم است. ما حتی میتونیم بگیم که در بعد شفافیت تقریبا 90-95% امی سیستم فعلا برای ما و شما کمک میکنه. چطور؟ در گذشته ها خوب اوراق بود، همه تو بودجه ها بود، روان میشد، هر کسی هر قدر که پر کرد. نه، فعلا در ابتداترین کارش ما در حال حاضر لست رای دهنده داریم. در هر جای معلوم است که رای دهنده ها لستان چند نفر است. همی لست رای دهنده هم در مرکز ولایت مشکل داشته. بله، ما برد میگردم چرا مشکل داشته. بعدش ما به مو اندازه لست رای دهنده چی کار میکنیم؟ اوراق رای دهی را روان میکنیم. وقتی که اوراق رای دهی هم به مو اندازه میره و کسی که مراجعه میکنه، اول در بیرون دیده میشه نامش در لست است یا نیست. بعد از اون میرن شمارش شمی سریال نمبرش با سیستم بایومتریک چک میکنن. بعد از اون که چک شد اوکی میشه، اینا پیش میرن. بعد از او دیده میشه که از این عکس خودش گرفته میشه، بایومتریک نشان انگشتش گرفته میشه و بعد از او عکس تذکریش گرفته میشه، این کلش داخل سیستم میشه و بعد از او باز برای اجازه داده میشه که برن که رنگ خود کلک خود رنگ کده و از رای خود استفاده بکنه. ولی در گذشته ها این گپا نبود. در گذشته ها فقط همو تا هر قدر ورق کار داشتی، ورق در اختیارت بود و بعد از او میرفتی پر میکردی و کسی حساب نمی کی برای کی رای داد. در انتخابات پارلمانی هم چنین چیزی بود. خب در ابتدا یک بایومتریک و امور دیگه ببینن که در وقتی که ما بودیم، تمام تلاش های ما می بود که ما سیستم بایومتریک در وقت زمانش مورد استفاده قرار بدیم. ولی چالش های سیاسی پیش آمد که ما را فرصت ندادن و نگذاشتن. وقتی که زمان و فرصت سپری شد، وقتی که دوباره سیاسیون مراجعه کردن، ولی در او وقت زمانی که بایومتریک استفاده شد یک کمک کننده بود ولی حل کننده تمام چالش ها نبود. با او سرعت که سیستم بایومتریک استفاده شد در روند انتخابات پارلمانی لازم نبود، ولی باز هم یک چیز بود، یک آغاز بود، یک تمرین خوب بود. ولی این بار میبینیم که سافتویرش به حساب گفته نرم افزارش جدید شده و امتحانش بیشتر شده و یک تجربه ایره خوب را گذاشتن. و حالی کسایی که میگن که فرض مثال که شب صندوقا پر شده، برای صاحب شما شکایت بکنین. بعضی ها میگن که شب صندوقا پر شده، من میگم برین حالی شما شکایت بکنین، فردا بعد از بیدیم صندوقایی که پر شده از طرف شب آیا نشان انگوش داره یا نداره،
آیا عکس داره یا نداره، آیا عکس تذکریش هست یا نیست. بعد سیستم برای ما شما کمک میکنه و بعد میگه بنان از این بود. یعنی شما به این بارسین در این انتخابات فقط آرای بایومتریک شده مدار اعتبار است و آرای بدون بایومتریک نیست؟ طبیعتاً، چون که قانون و همچنان طرز العمل تصویب شده کمیسیون مستقل انتخابات هم چیک چیزی نمیگه. اما بر اساس یک فیصله ای که امروز از طرف کمیسیون صادر شد، آرای کسایی که در مثلا در لیست رای دهنده ها نیست و یا هم چی نیست، از طریق میتونه که از طریق از موضوع محلات میتونه که رای بده. موضوع دیگه چی شد؟ موضوع دیگه که در گذشته ها ما در یک محل رای دهی در حدود 600 نفر داشتیم، ولی این بار ما در محل های رای دهی بیشتر از 400 نفر نداریم. در تقسیم بندی های لیست رای دهی میان سیستم و اینا یک مقدار تغییر و تبدیلات آمد و در این باورد باید از کمیسیون مستقل انتخابات جدا متوجه می بود و اشتباه صورت نمیگیره، یک چالش، یک مشکل تکنیکی رو ما میتونیم بگیم. اما کسایی که بعد واس کمیسیون ساعت های 10 بجه بود فکر میکنم تصمیم گیری که کسایی که در یک محل رای دهی مراجعه میکنن که تذکریش در اون منطقه در اون محل رای دهی ثبت شده و صاحب استیکر شده بودن لکن اسمش شامل لیست یا در سیستم بایومتریک نیست، برشان گفتن که برشان یک لیست جداگانه ای را پرتن که از او استفاده بکنن که کسی از حق رای محروم نشه. ادامه برنامه پس از وقفی کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. بانو جعفری، آنچه را که از آقای وریماچ پرسیدم در پیوند به اشتباهات مکرری که صورت میگیره در انتخاب، مثلا اشتباهاتی که در انتخابات 2014 صورت گرفت به مراتب اشتباهات بدتر در انتخابات پارلمانی گذشته صورت گرفت. اشتباهاتی که در انتخابات پارلمانی صورت گرفت بیشتر تحلیل‌ها به این بود که کمیسیون انتخابات جدید نامد از اشتباهات شاید درس‌هایی را بگیرن و این مشکلات پیش نیاید، اما در انتخابات ریاست جمهوری همچنین کار شد و به مو اعتماد مردم و نامزدا صدمه وارد کرد. شما از طریق صفحات اجتماعی حتما می‌خواندین، از طریق سوشال مدیا تعقیب می‌کردین که از تمام نقاط افغانستان شکایت‌ها بر این بود که سیستم بایومتریک صحیح کار نمیکنه، لیست رای دهنده درست نیست، مراکز مثلا درست فعال نیست. دلیلی که تکرار میشه و کارهای بسیار جدی صورت نمیگیره، فکر میکنید دلیل عمده چیه؟ خواهش میکنم، من فکر میکنم جناب آقای وریماچ بسیار چون بودن حضور داشتن بسیار تکنیکی رویشان بحث کردن، ولی میخوایم بگم در مورد انتخابات ریاست جمهوری را بخوایم، با دوره پارلمانی اصلا قابل مقایسه نیست. این را من واقعا صادقانه میخوایم بگم، به خاطر که آن چیز را که من امروز این چهارمین مصاحبه است که من امروز دارم انجام میدم، خیلی جا مصاحبه لایو بود که همزمان خبرنگارای و رسانه ها در ولایات بودن. تلفن‌هایی که می اومدن بیشتر فقط روی این موضوع وجود داشت که بله، نامی که قبلا دمی حوزه راجستر کرده خوده امروز در موبایل متریک او را نشان نمیده و میگن که نام شما اینجا وجود نداره یا دلیت شده. این ما از لحاظ تکنیکی نمیفهمم، ولی باید همیشه یک بدیل داشته باشیم، بدیلی که از قبل برنامه ریزی شده باشه و ما پیش بینی از این شده باشیم. بدون شک این ضربه میزنه به مو اعتماد مردم. یک زنی که با چه مشکلاتی، ما کابل نمیخوایم بگم، ما قریه های افغانستان میگیم، ما ولسوالی های افغانستان میگیم، که یک خانم با چه مشکلات به این آگاهی رسیده و اجازه از خانواده خود اید دریافت کرده که بره به سمت سایت های رای دهی، ولی وقتی میره اون امید میشه یا میگه که برو چند ساعت دیگه بیا، ای آیای خانم را دوباره اجازه میدن، یا خود از این مورد این ضعف خلا بهانه به دست کسانی میدن که منافع اونها در این که کشور را به بحران ببرن یا بیاین خیلی بحث های دیگر را دامن بزنن. خوب است در نهایت ما اما چاره ای جز انتخابات نداریم، ما باید عبور کنیم از این مرحله. من میخوایم یک موضوع براتون بگم. سال 1383 اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط رژیم طالبان برگزار شد. من مهاجر بودم در ایران، اما اون سال در ایران و پاکستان برای مهاجرین صندوق رای گذاشته شد. من موقع رئیس یک از حوزه ها بودم. من اون زمان را با حالا اصلا قابل مقایسه نمیدونم، یعنی خیلی به مراتب ما بهتر شدیم، خیلی تجربیات کسب کردیم، ولی بازم میخوایم بگم که کشور در حال جنگ هستیم، مشکلات برای ما زیاد هست، کارمندایی که موقتی مقطعی هستن، کارمندایی هستن که مسئولیت پذیر نیستن، یا فرصت کم بوده، خوب آموزش ندیدن، و حتی یا تکنولوژی روز هم هست، بعض وقتا قابل پیش بینی نیست، مثلا اینترنت خوب کار نمیکنه، یا مثلا برق قطع میشه، یا اینکه بحث عمو دستگاه بایومتریک. با اینی که من میخوایم یک بار دیگه بگم، امروز بسیار با سهولت
با سهولت من رأی دادم، من اصلا سرگردان نشدم، همه چیز منظم بود. ای کاش روزی بشه به اون روز برسیم، البته با هم میتونیم برسیم. شما در لیسی حبیبی یکی از نکات، یکی از مراکز مهم انتخاباتی رای دادیم، به این دلیل به سهولت، اما در دیگر محلات چیزی نبود. شانسایش بوده، منطقه خوب بوده، هر چیز بوده، ولی این را میتونیم بگیم اینمی کمیسیون برنامه ریزی کرده، اینمی کمیسیون زمینش فراهم کرده، اینمی تجربیات چندین انتخابات که با چالش های خیلی زیاد بود، از هر کدوم از زمو درس گرفتن تا امروز بتانن فضای بهتری رو فراهم کنن. اما بازم میگم ما کشور در حال جنگ هستیم، کشور صعب العبور هستیم، کشوری هستیم که از لحاظ سواد ما کمتر با سواد داریم، ولی به اینی که امروز ملت افغانستان اراده میکنه، خودشان میاین انتخابات خود را برگزار میکنه و ملتشان می پای صندوق رای، این بسیار عظیم است، این بزرگ است، باید بوسه بزنیم بر دست تمامی مردم افغانستان. اما چالش ها را ندیده نمیگیریم، هر بار باید ما پخته تر شویم، ما درس بگیریم و سیستم و مدل نو را جایگزین کنیم و همیشه بدیلی داشته باشیم که باعث بی‌اعتمادی مردم نشوه. این چیزها وجود داره، ما منکرش نیستیم، ولی به او حد نیست که رأی مردم را زیر سوال ببره و نادیده گرفته شود به نظر من. سپاسگزارم. آقای واری، ما در پیوند به بحران و عدم پذیرش، انتخابات 2014 به پیمانی به بحران رفت که بس تفتیش 100% به وجود آمد، بس مداخله خارجی ها به وجود آمد، بس مداخله مستقیم ایالات متحده آمریکا با وجود آمد. در وضعیت فعلی هم چنین نگرانی وجود داره، در حالی که در 2014 لحاظ امنیتی ما به مراتب در وضعیت بهتر قرار داشتیم، اکنون دشمن هم به مراتب قوی تر شده و افغانستان هم شکننده تر، دایره قلمرو دشمن هم وسیع تر شده. فکر می کنید که متحدین بین المللی افغانستان امی بحران بعد از انتخابات، بعد از اعلان نتایج مدیریت بکنه و افغانستان نمونه به طرف یک پردوی خطرناک بره؟ ببینین، ما چرا می مسئولیت خود همیشه سر شانه های جامعه جهانی بردیم؟ ما چرا یک باره؟ ما تا چی وقت بالاخره خود ما خود میشیم و مسئولیت های خود ما با دوش بگیریم؟ انتخابات گذشته هم در این شکل نبود، چالش های تکنیکی خود داشت، ولی ضرور نبود که ما باید از این چالش، این موضوعات سیاسی داخلی افغانستان ببریم سر میز کشورهای دیگه، سازمان ملل و بالاخره ببخشید کشورهای دوست و مخالفین، بالاخره دید پردارن و بالاخره به یک جای ما را برسانن. این بار هم نیاز نیست، چون که سیستم موجود است، رای به شکل کامپیوتری حساب شدگی هست، قابل تشویش نیست و مردم یا کم یا زیاد اشتراک خود کردن، از بعد قانونی کدام چالشی نیست که عدم حضور مردم کمرنگ باشه، کدام مشکل دیگه پیش میاد. بنابراین و ما هم باید یک مقدار مثبت بیندیشیم و همیشه فکر نکنیم که حالا چنین میشه و حالا چنان میشه و دیگه. اگر خدا نخواسته این بار هم ما قصدن روند میبریم به بحران میکشیم و اجازه میتیم کسای دیگه را بیان که مشکل ما را حل بکنن، این را بگوین که دیگه ختم نظام جمهوری. اما فکر نمیکنید که وضعیت انتخابات فعلی هم به این وضعیت روبرو خواهد شد؟ یعنی به سرنوشت انتخابات 2014 نه. و بحث مداخلات اگر بخوایم خراب بکنیم، اگر سیاسیون ما متوجه نشون، بله از اون کده بدتر میشه. اگر سیاسیون ما با هوش به مقصود کنیم، زمانی که ما پرسشار با نگرانی مطرح میکنیم، بحث هشدارهای زمان کارزار انتخاباتی است. بله، که از آدرس نامزدان ریاست جمهوری مطرح میشه برای رای یکی دیگر. بعد از او اگر خوب صندوق است، رای است، حساب است، بایومتریک است، کامپیوتر است، مرکز شمارش آرا است، همه چیز موجود است دیگه. خود نمیشه دیگه تو رای ناورده باشی و بعد از او اردو پای دیگه موزه کنی که بدر تقلب شده. از کجا تقلب شد؟ تو باید اسناد را بکشی، باید حساب بکنی و باید از بذره ذره از این موضوعات باید رسیدگی صورت بگیره. مشکل بحث عمدترین مشکل بحث قناعت است. شما میبینید که بعد از 2014 با وجود که حکومت وحدت ملی بر اساس میانجیگری ایالات متحده آمریکا با وجود آمد، هنوز هم آقای عبدالله هم خود برنده میدانه، برنده انتخابات 2014 آقای غنی هم میدانه و هر دویشون میگه که ما مصلحت کردیم به خاطر مسائل ملی کشور. خب قدرت تقسیم کردن، میبینید بحث اینا که چقدر ابتکار دارن یا ندارن، ولی ملت حوصله نداره. برای ملت که اگر قرار باشه به خاطر دو چوکی وزارت یا به خاطر این و آن وضعیت طور بحرانی بسازن که ملت دیگه توبه بکشه، مر از دموکراسی هم تیر،
از جمهوریت هم تیر، از نظام مردم سالاری هم تیر، از انتخابات هم تیر. یعنی یک چیز دیگر برای ما وضعیت امروز فکر نمیکنید که جز ازی می بود که ملت واقعا توبه کشیده که ما را از تمام این چیز این نه من نمیگم. فرض مثال اگر برای ملت از ابتدا قناعت داده میشد، از ابتدا فرض مثال ارزش انتخابات و موضوعات مهمی که برشان گفته میشد و از بود امنیتی و آمادگی ها گفته میشد و ملت امروز به مو پیمانه قبلی می آمدن. ولی بگو مگوها یک طرف جنابشان کاندید هستن، از طرف دیگه میگن انتخابات نمیشه. از یک طرف فرض مثال جنابشان شریک نظام 18 ساله هستن، از طرف دیگه میگن که ما حکومت موقت میخواییم. همین دو دلی و دیدگاه های متفاوت تر در مابین خود شریک نظام یا سیاست مدار برهان است که مردم به یک حالت نگاه میکنه که تصمیم درست گرفته نتانند. اگر نه خود ملت خود همیشه قربانی داده، میدان برده، در جنگ در هر جایی ببینی که ملت افغانستان برنده بوده، ولی ما همیشه خوب ناکامی ما در بخش سیاسی بوده. ما در میدان سیاست همیشه تمام چیزها را باختیم، نه در میدان رقابت یا در میدان یک نبرده بوده باشه. بنان همین جام که بود که ملت منتظر ساخت، همین بزرگا بودن گفتن، یک تعداد گفتن موقت حکومت موقت، یک تعداد گفتن صلح اول، یک تعداد گفتن انتخابات نمیشه، این میشه، اون میشه، این میشه. بنان ملت امروز اگر چی که میبینیم از دست خود همین سیاسیون و از خود از این مردم هستن. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. بانو جعفری، با توجه به میزان واجدین شرایط رایدی در افغانستان و پایان بودن گراف میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، فکر نمی کنید که از لحاظ حقوقی هم یک اندازه مشکلات به وجود خواهد آورد و چون یک گراف بلندی از مردم در انتخابات شرکت نکرده به دلایل گوناگون، یا دلایل دلیل امنیتی و یا هم تهدیدات و یا هم مشکلات و آزردگی ها و موارد دیگر، اصل مسئله چی است؟ فکر نمی کنید که اصل مشروعیت انتخابات در نتیجه پایین بودن میزان مشارکت زیر سوال خاطر است؟ نه، من فکر نمی کنم که به خاطر که همه جا مخصوصا در نظام های دموکراسی درست است که آن چیزی که اکثریت به دست میارن، اما همیشه جایگاه اقلیت هم مفحوظ هست. من می خواهیم بگم که هنوز انتخابات تمام نشده، مردم به سوی سایت های انتخاباتی روان هستن. مثلا از 10 میلیون واجد شرایط اگر 2 میلیون شرکت بکنم ما یکی دو ولایت را نباید معیار قرار بدیم. ما از طریق فضاهای اجتماعی، شبکه های اجتماعی ما می دیدیم که برخی ولایت ها بسیار پرشور مردم در انتخابات شرکت کرده بودن و قرار نیست که همیشه اکثریت، که اگر بود بحث اقلیت، من اصلا اینجا اکثریت و اقلیت را من معیار نمیدانم، چنین چیزی نیست. برای در این مورد قضاوت هنوز زود هست، اما ما به هیچ وجه نمیخواهیم انتخابات را که زیر سوال ببرم مشروعیت انتخابات را. زمینه انتخابات صادقانه شفاف فراهم شد، آگاهی دهی شد، من شهروند معیارها را پوره کردم، داشتم به مو سیستم بسیار خوب و شفاف، ما رفتیم رای دادیم، ما از مو حوزه واقعا راضی بودم. ما به هیچ وجه کوتاه نمیاییم، نمیخوایم کسی بخواد مشروعیتی از انتخابات و حق ما را بخواد. ما دلایل گفتم به هر دلیلی که بوده، مثلا واجد شرایط 10 میلیون است، اشتراک کننده 2 میلیون. نه خیر، کسی نمیتونه اون 2 میلیونی را که مثال اشتراک کرده بخواد زیر سوال ببره یا بخواهی روی رای اونها خط بطلان بکشه. به هیچ وجه ما چنین چیز را نمیپذیریم. در قانون هم فکر نمیکنم چنین چیزی باشه. اجازه بدید آقای وریماچ پرسش مطرح کنم. چیزی که آقای گلبدین حکمتیار هم به عنوان یک نگران امروز مطرح کرد، اگر واجدین شرایط مثلا 10 میلیون باشه و اشتراک کننده ها 2 میلیون، اینجا فکر نمیکنید مشکل حقوقی به وجود میاد؟ قانون انتخابات یا در طرز العمل ما چنین چیزی را نداریم که در اوجا فیصدی رای دهنده ها را تعیین کرده باشه که بعد در مورد مشروعیت یا انتخابات دو کنم بحث شده باشه. تاکید بیشتر قانون انتخابات طرز العمل ها همی است که همه شمول بودن، آزاد بودن و همچنان فراهم شدن زمینه به تمام اشتراک کننده ها هست که کمیسیون مستقل تا جایی که توانسته، تا جایی که امکاناتش مقدور بوده، امی کار صورت گرفته. ولی نیست که فرض مثال ما 9 چند میلیون واجدین شرایط کسای ثبت و رجیستر کردن داریم و از یک مقدار پایینش بیا بگوین که نه والا انتخابات باطل شد یا مشروعیت نه، چون این چیزی نیست. ولی از بعد سیاسی مخصوصا بعد اخلاقی بهتر است که زمینه ها بهتر مساعد شوه و اشتراک مردم بلند باشه. ولی انتخابات تدویر شد و ای که کسی نخواهی بعضها یا به یک نحوی
و دو هم جبری هم نیست، یک چون که یک نه، اما متوجه باشین در قانون، در قانون بحث سراسری بودن و همه شمول بودن انتخابات ذکر شده. زمانی که انتخابات به هر دلیل سراسری نباشه، همه شمول نباشه، مردم در انتخابات شرکت نکنند و یا هم اجازه شرکت دادن نشه، فکر نمی‌کنید مشکل به وجود میاد؟ خب در حال حاضر ما چنین مواردی را نمی‌بینیم که دو سراسری نباشه، همه شمول نباشه، و ما از در حدود تقریبا از 7000 مراکز رای دهی در حدود 5000 چند صد را تقریبا در کل افغانستان باز است و 30000 مراحل و مراکز رای دهی باز است و انتخابات هنوز هم جریان دارد. ما درست از چالش های تکنیکی بوده، از لحاظ اشتراک بوده، از لحاظ یک مقدار گپ های دیگه بوده، ولی تا بالی هیچ مورد نیست که انتخابات از زیر سوال برده باشه. سپاس. بانو جعفری، آیا به باور شما کمیسیون انتخابات با توجه به مجموع اتهاماتی که برش وارد است، اتهامات در بخش ضعف و کمکاری و بحث تمکین به اوامر بیرون از کمیسیون، نتایج کمیسیون به زودترین فرصت بتونه اعلان بکنه و یا هم بتونه شماره شعارها را به زودترین فرصت انجام بده تا بحث یکسره شود؟ آن چیزی که توقع ما از کمیسیون میره، با توجه به این که شیوه ها و روش های قبلی مسئولین کمیسیون را دیدن و در نهایت با انتخابات اخیر پارلمانی که چقدر ما دوچار مشکل شدیم، تصمیم بر این شد که این بار کمیسیون تواناتر، بی طرفانه، در شفافیت کامل انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه. تا دیشب را که گروهی از زنان که ما هستیم با خانم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات، ما همین محاوره تلفنی که داشتیم، بس ای بود که کمیسیون صداقت، شفافیت و بی‌طرفی خود را در انتخابات باید تمثیل کنه و در زودترین فرصت و زمان نتیجه انتخابات باید به مردم افغانستان باید اعلان شود. و از سوی دیگر که معمولا میگن که زنان مدیران توانایی هستند، زنان پشتکار دارند، زنان صادق هستند، زنان وطن دوستتر هستند، متحد هستند، البته مردان خوب هم داریم ولی خب قبلا امتحان خوبی پس ندادن، لذا ما میخواییم به دو بانویی که فعلا در رأس کمیسیون قرار دارن، میخواییم چشم امید ملت به شما هست، ثابت بکنیم که زنان میتونن و امیدوار هستیم که واقعا ما به عنوان یک شهروند اینی میتوقع از کمیسیون دارم، به خاطر که اعتبار از بین رفته مردم با کارکرد خوب کمیسیون میتونه احیا شود. تشکر. آقای واری، ما باور شما چی است؟ آیا کمیسیون فعلی ظرفیت زیرا داره که در زودترین فرصت آرای سر از ناصر جدا بکنه و قناعت مردم فرام بسازه؟ طبیعتاً باید از کمیسیونی ظرفیت داشته باشه، ولی چند مورد است که باید از شما تمرکز بکنیم. اولی است که در این انتخابات از تکنولوژی بیشتر کار گرفته شده و امید امی است که باید از کارها به شکل بسرعت پیش بره و نتایج احتمالی یا نتایج ابتدایی و بعض موارد شاید خیلی زودتر اعلان شود و حتی بتانن در مدت دو روز سه روز یکان از یکان بخشای افغانستان و یکان احتمالات و یکان سایت ها را باید شاید کمیسیون اعلان بکنم. از طرف دیگه نباید از فراموش بکنیم که شاید شکایت هم شاید خیلی ثبت شده باشه و بعد رسیدگی به این شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی یک مقدار وقتگیر و زمانگیر است، ولی شاید نظر به قبلی که همه چیز دستی یا منوال بود، فعلا که اینا بیشتر از تکنولوژی یک مقدار بیشتر استفاده کردن، ما را کمک خواهد کرد که ما نظر به قبل زودتر نتایج انتخابات ببینیم. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیننده عزیز تا برنامه بعد.